احساس میکنید. خب حالا مولانا علت این کارا رو میگه، یه طوری علتش رو میگه: زان همی گرداند از حالی به حال، زد به زد پیدا کنان در انتقال. میگه که یک نیروی هست، این که گفت برگردید ببینید این از کجا این سعدی یا نحسی اومده، در از اشارش به اون نیروی ماورایی است که تمام این مدیریت دنیا دستشه. ما اگه به یه همچین نیروی قائل باشیم، یه چیزی که یه حسابی تو این دنیا هست، باید هم به این نتیجه برسیم که حالا این اتفاق که افتاد خب از اونجا اومده دیگه. من اگه اونو به عنوان مدیر این برنامه قبول دارم، دیگه نباید به هر کارش که گیر بدم بگم حالا چرا این اتفاق برای من افتاد، چرا مثلا ماشینم پنچر شد، چرا شیشم شکست، لامپم سوخت. باید یه طوری اینو بپذیریم. اینو میگه نگاه کن به اون که این سعد و نحسی فکر میکنی اومده. حالا میگه اون چرا این کار میکنه؟ میگه اون دائم تو رو از این حال به اون حال برمیگردونه تا تو به وسیله این ضد، یعنی این دو حاله که ضد همه، تو خودتو بهتر بشناسی. شما اگه دائم توی یه حالتی باشید، بعد یه مدت اصلا متوجه نمیشید دیگه، یعنی یه طوری خواب آدم خوابش میبره. فقط چیزی که باعث میشه که من به خودم بیام که بدونم توی یه دنیایی هستم و توی این دنیا داره یه فعل و انفعالات اتفاق میفته و من توی این فعل و انفعالات چی کار باید بکنم، چطوری اون انتظاری که هستی از من داره، من باید نقشم رو بازی کنم. این نقشم چیزی نیست غیر کمک به تکامل این هستی. تکامل این هستی در گروه ماهاست. ماهاییم که با تکامل خودمون میتونیم هستی رو تکامل ببخشیم. منتها این تکاملی که من عرض میکنم، شاید با الان با این عقل من خیلی گوشه‌های تاریک داشته باشه، خیلی مثلا نکته‌هایی داشته باشه که به من پوشیده است الان، ولی در به اصطلاح از بالای بالا به این قضایا نگاه کنی، هستی همواره به سمت یک تکاملی پیش میره. ماها همه خواسته یا نخواسته، مولانا داره یه چیزی میگه اینجا، خیلی این صحبت کالیبرش بالاست. ببینید شما، ما باعث تکامل هستی میشیم با شکافتن اتم. حالا ولو این شکافتن اتم منجر به پیدایش بمب اتمی بشه و اینو بزنن تو سر یه ملتی داغونش کنن، ولی در دراز مدت این هستی به سمت تکامل میره. منتها ما با معیارهای ما الان، یه مثلا فرض کنید یه اتفاقاتی خیلی بد زشته، مثل جنگ، این واسه اینه میگم این حرفا یه ذره زدنش سخته. یعنی من خودم مبلغ جنگ نیستم، هیچم ترویج نمیکنم، ولی میگم که یه قدرتی هست که تمام این کارهای ما رو میبینه.